با سلام خدمت همراهان کانال نیوز اسپرت ایران، امیدوارم شما عزیزان با لایک کردن و دنبال کردن کانال از ویدیوهای ما حمایت کنید. خداحافظی زود هنگام آبی ها با جام حذفی استقلال از 0-2 مصرفسنجان. تیم فوتبال استقلال در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال برابر تیم فوتبال مصرفسنجان شکست خورد و از این رقابت ها کنار رفت. تیم فوتبال استقلال از ساعت 17 امروز دوشنبه در چارچوب مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهدای مصرفسنجان به مساف مس این شهر رفت و با نتیجه 2-0 شکست خورد تا خیلی زود با این جام خداحافظی کنه. مهدی محبی 24 و منتظر محمد 68 برای مس گلزنی کردند. شاگردان جواد نکونام که در این دیدار اشتباهات زیادی داشتند، آخرین بار 195 روز پیش شکست را تجربه کرده بودند، جایی که آبی پوشان در هفته سوم لیگ برتر برابر سپاهان با یک گل نتیجه را واگذار کردند. لحظات حساس دقیقه 87 روی ارسال جلالی، توپ از دستان لک خارج شد و سیلوا در ادامه دروازه مس را باز کرد، ولی داور به دلیل خطای سهرابیان به روی لک این گل را مردود اعلام کرد. دقیقه 80 امید حامدی فر با یک ضربه قیچی برگردان تماشایی دروازه مس را تهدید کرد که شوت او از بالای دروازه به بیرون رفت. دقیقه 67 روی یک پاس در عمق و در شرایطی که منتظر محمد در شرایط آفساید بود، اما کمک داور به اشتباه تصمیم به ادامه بازی گرفت و این بازیکن در مسافه تک به تک با حسینی با یک ضربه چیپ توپ را از بالای سر کاپیتان آبی ها عبور داد و به گل دوم تیمش تبدیل کرد. دقیقه 63 محبی بهترین فرصت ممکن برای رسیدن به گل دوم را از دست داد. حسن جعفری از زمین خود یک ضربه کاشته را به پشت مدافعان استقلال انداخت که محبی با استفاده از تعلل سیلوا ضربه‌اش را زد که سید حسین حسینی با پا و به زیبایی دروازه تیمش را نجات داد. دقیقه 55 شوت محکم و روی پای امید حامدی فرحامد لک به خوبی مهار کرد. دقیقه 47 ارسال کرنر جلالی با ضربه سر سیلوا از بالای دروازه به بیرون رفت. دقیقه 44 روی پاس در عمق دیدنی صالح هردانی، رامتین سلیمان زاده با یک تکل توپ را قطع کرد که ضربه او به شکل بسیار خطرناکی از کنار تیرک دروازه به بیرون رفت. دقیقه 42 ارسال سلمانی به روی دروازه به صورت ناقص دفع شد که در ادامه شوت محکم و روی پای سیلوا به یکی از بازیکنان حاضر در محوطه جریمه برخورد کرد. دقیقه 38 روی اشتباه چشمی توپ محبی رسید که شوت این بازیکن را حسینی دفع کرد. دقیقه 29 ارسال بازیکنان مس از سمت چپ به روی دروازه با تعلل و اشتباه مدافعان استقلال همراه شد که این خطر توسط مدافعین دور شد. دقیقه 24 پس از 1-2 سعید واسعی با فرشید باقری، واسعی وارد محوطه جریمه شد و با یک پاس در عرض محبی را صاحب توپ کرد و این بازیکن به راحتی دروازه آبی ها را باز کرد. دقیقه 19 پاس در عمق منتظر محمد پیش از رسیدن به مهاجمان مس نصیب حسینی شد و سنگربان آبی ها با یک تکل توپ را دور کرد. دقیقه 12 ارسال جعفر سلمانی به درون محوطه جریمه با ضربه سر مرادمند همراه شد که در ادامه لک با مدافع پیش تاخت آبی ها برخورد کرد و داور یک ضربه پنالتی برای استقلال اعلام کرد. سال هردانی پشت این توپ ایستاد که حامد لک موفق شد این ضربه را مهار کند. دقیقه 4 سجاد شهبازاده روی اشتباه مدافعان استقلال در پشت محوطه صاحب توپ شد که شوت او به شکل خطرناکی از کنار تیرک دروازه به بیرون رفت. در دیداری از مرحله 1/16 نهایی جام حذفی فوتبال کشور، استقلال امروز در تک مسابقه این دور میهمان مصرفسنجان است. دو تیم برای صعود به دور بعد و زنده نگه داشتن شانس خود جهت رسیدن به مراحل بالاتر به مسافه هم می روند. گزارش لحظه به لحظه دیدار تیم‌های مصرفسنجان و استقلال را در همین صفحه از دنبال کنید. بازی از مرحله 1/16 نهایی جام حذفی ایران. دوشنبه 14/12/14:02 ساعت 7. ورزشگاه شهدای مصرفسنجان 5000 تماشاگر. گروه داوری رضا عادل کمک ها، محمد رضا منصوری، هادی توسی، داور چهارم، ایمان کهیش ناظر، مسعود مرادی. با این کار نکونام چه خواهد کرد؟ برای دومین بار استقلالی ها باید از
میانه میدان کار رو دنبال کنند. این بار کوتاه کار میکنند. حالا میلاد فخرالدینی یه ارسال، یه قیچی برگردون. یاد بر بچه های تیم ملی فوتبال ساحلیمون افتادیم با قیچی برگردونه امید حامدی فر. سریع کار رو دنبال میکنم. جلالی از چپ، لک، فرصت برای استقلال، حالا گل، حالا گل برای استقلال، سیلوا، اما به نظرم اونجا خطا گرفته داور یا آفساید شد، چی شد؟ ریختن همه سر داور، یه چند نفری هم رفتن اونجا سمت کمک آقای رضا عادل. سیلوایی که دروازه رو باز کرد اما گل رو قبول نمیکنه. استرس و نگرانی کادر فنی استقلال کاملا مشخص. اینجا ببینید، این جلالی بود. تا اینجا که اتفاقی نیفتاده و بعد اولا توپ به تیر خورد، سیلوا زد، دروازه رو باز کرد و در نهایت گل استقلالی ها پذیرفته نیست. حالا نمیدونم اینو خطا گرفت، این برخورد سخرابیان رو با حامد لک و کار دنبال میشه. حامدی فر، سیلوا، حالا محمدی، نه، امشب شب گلزنی استقلالی ها نیست. عکس العمل عالی حامد لک ناکام میذاره محمدی رو در یه موقعیت استثنایی و یه تک به تک خوبی که براش فراهم شد نمیتونه دروازه رو باز کنه. باز هم کورنر. محبی حالا خودش جلو میاد به قلب خط دفاعی، یه بار دیگه واکنش سید حسین. این بار هم چیزی نموده بود که دروازه استقلال باز بشه. از راه دور محمدی و شوتی که میزنه و از کنار دروازه به بیرون میره، یه نگاه میندازه. حالا اکبری، شوت او و باز هم توپ در دستان سید حسین قرار میگیره و تمام. مثل رفسنجان موفق میشه استقلال رو در این مرحله از جام حذفی شکست بده. برای شما بینندگان عزیز و ارجمند هم آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم از تماشای این بازی لذت برده باشید. با همه شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.